سخنران بعدی جناب آقای مجتبی محصولی هستند. ایشون دانشجوی منتخب دانشکده مهندسی عمران دانشگاه بریتیش کلمبیا کانادا هستند و همکنون به عنوان دانشیار دانشگاه صنعتی شریف در رشته مهندسی عمران مشغول به خدمت هستند. با ذکر صلوات به استقبالشون. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم حضرت آقا. سلام علیکم. همینطور عرض سلام دارم خدمت استعدادهای برتر کشورم. بنده به تعدادی از آسیب‌های جدی فضای علمی پژوهشی کشور می‌پردازم. آسیب اول این که روحیه همکاری میان دانشگاه‌ها برای حل مسائل کشور ضعیف است و در مقابل اغلب دانشگاه‌ها در حال رقابت برای ارتقای جایگاه خود در نظام‌های رتبه‌بندی خارجی هستند. این نظام‌های رتبه‌بندی توسط بنگاه‌های خصوصی اداره می‌شوند و ضوابط ارزیابی آنها لزوماً در راستای منافع کشور نیست. برای ما زمین تعریف می‌کنند و ما در آن بازی می‌کنیم. مفهوم جدیدی خلق شده است با عنوان آبروی دانشگاه که نوعی قبیله‌گرایی مدرن است و طی آن برای ارتقاء جایگاه دانشگاه محل خدمت فرد از هیچ عملی فروگذار نمی‌شود. از رقابت منفی برای جذب حداکثری منابع تا سیاست گذاری برای هدایت عضو هیئت علمی و دانشجو برای ارضا کردن ضوابطی که منجر به حداکثر ارتقای رتبه دانشگاه در رتبه بندی های پیش گفته گردد تا فشار بر پژوهشگران برای خبرسازی و برگزاری سمینار و کنفرانس از نتایج نیمه کاره پژوهش برای اینکه دانشگاه در نظر مسئولان عالی رتبه خوش جلوه کند تا شاید بر بودجه دانشگاه بیفزاید، غافل از اینکه پژوهشگر نیازمند آرامش و دوری از فضای پرهیاهو و نمایشی است تا بتواند اندیشه ورزی نماید و گرهی بکشاید. اختصاص بودجه به دانشگاه‌ها بر مبنای عملکرد کیفی آنها در حل مسائل کشور به جای نظام فعلی که بر مبنای سرانه استاد و دانشجو و روابط استوار است، گامی در راستای درمان این آسیب است. دوم آنکه دستگاه‌های دولتی و عمومی اغلب در حمایت از پژوهش دچار روزمرگی هستند و به پژوهش‌های عمیق و بلند مدت برای ریشه یابی مشکلات و ارائه راه حل‌های پایدار بها نمی‌دهند. این دستگاه‌ها از پژوهشگران می‌خواهند تا به جای درمان علت با قرص آمپول درمان علامت کنند تا در ظاهر هم در گزارش عملکردشان هزینه کرده پژوهشی داشته باشند و هم تا چند سباهی که در سمت خود هستند آن مشکل علامتی بروز ندهد. یکی از این آقایان در جواب ما که گفته بودیم حل مسئله به صورت ریشه‌ای نیازمند چند سال پژوهش مستمر است، گفت صندلی من یک ساله است و بودجه هم نیز همینطور و ما را جواب کرد. سالی که زلزله ای روی می دهد، همه دستگاه‌های مربوطه طالب پژوهش در مورد زلزله و مقاوم سازی و مدیریت بحران هستند و بعد از چند ماه همه چیز به فراموشی سپرده می شود تا زلزله دیگر روی دهد. اکنون است تا چندگاهی فصل پژوهش در زمینه سیلاب است. در مستاقی دیگر پژوهشگرانی که طرحی را برای هدفگیری ریشه‌ای مسئله آلودگی هوا به مسئولی ارائه کرده بودند، پاسخ شنیدند که ما در حال مذاکره برای وارد کردن محلولی از اروپا هستیم که با تزریق آن در باک خودروها آلودگی به میزان 50% کاهش می‌یابد. شما به جای طرحتان برای ما بررسی کنید این محلول چقدر مؤثر است. البته هستند مسئولانی که دلسوزانه به دنبال حل ریشه‌ای مسائل حوزه مدیریتشان با حمایت از پژوهش هستند، اما در محدوده مشاهدات این جانب فضای غالب آن است که ذکر شد. سوم، تنگ نظری در ارائه اطلاعات حیاتی برای پژوهش معمولا به بهانه‌های امنیتی، حتی هنگامی که پژوهشگر حاضر است به رایگان در مورد معضلات کشور تحقیق نماید، یکی از موانع جدی در پیش روی پژوهش مؤثر است. اطلاعاتی را که با ارسال یک ایمیل میتوان از بسیاری از کشورهای دنیا گرفت، در اینجا دریافت آنها غیر ممکن است و این پژوهشگران را به بکارگیری مدل‌ها و روش‌های ابداعیشان روی اطلاعات کشورهای دیگر سوق می‌دهد و در نهایت تنها آن کشورها را از پژوهش انجام شده منتفع می‌کند. برای مثال در زمینه پژوهشی این جانب، یعنی تاب‌آوری زیرساخت‌های عمرانی، اطلاعات مربوط به زیرساخت‌های موجود در شهرها و نیز آسیب به وارده به آنها در رویدادهای گذشته مانند زلزله با برچسب امنیتی از ما دریغ می‌شود و ما مجبوری مدل‌های تحلیل ریسک و تاب‌آوری خود را با اطلاعات خارجی واسنجی کنیم
و به عنوان مطالعه موردی این مدل ها را برای تحلیل تعاوری شهرهای خارجی به کار بندیم و در نهایت آنها را از این پژوهش منتفع کنیم. باز هم موارد استثنا وجود دارد، اما فضای غالب همان است که ذکر شد. تصویب قوانین دسترسی آزاد به اطلاعات و نظارت بر اجرای آنها تا حد زیادی مانع تصمیم گیری های سلیقه‌ای در این زمینه می شود. مورد پایانی درباره فضای دانشجویی است. دانشجو در برابر استاد در دانشگاه به طور کلی در موضع ضعف قرار دارد. هستند بسیاری از اساتید که با اخلاق حسنه هم کرامت دانشجویان را حفظ می کنند و هم موجب تعالی اخلاقی آنان می شوند، اما موارد خلاف آن نیز کم نیستند. مشکل آنجاست که حفظ کرامت انسانی و رعایت حقوق آموزشی دانشجو ضمانت اجرایی ندارد و در صورتی که در کلاس یا در پژوهش حقی از دانشجو تضییع شود، وی به دلیل قرار داشتن در موضع ضعف نسبت به استاد و عدم سازوکارهای شفاف درون دانشگاهی برای دادخواهی از احقاق حق خود باز می‌ماند و این در طول زمان موجب نومیدی و سرخوردگی او می‌شود و به عینه دیدم که او را به ترک کشور سوق می‌دهد. در موردی که دانشگاه در یک اقدام فی نفسه قابل تحسین اقدام به تهیه و تصویب منشور حقوق آموزشی دانشجو نمود، در پایین تصویب در شورای مربوطه سوال شد که آیا این منشور برای دانشجویان ارسال می شود؟ جواب منفی بود. سوال شد که آیا نسخه ای از آن در تابلوی اعلانات نصب می شود؟ باز هم جواب منفی بود. در پاسخ به این سوال که پس کار کرده این منشور چیست؟ پاسخ آمد که این منشور به صورت محرمانه به اطلاع اعضای هیئت علمی خواهد رسید تا آن را رعایت کند. البته شایان یاد است که دانشگاه صنعتی شریف در سال تحصیلی جدید در این راستا در قالب طرح استاد ورودی اقدامات درخور توجهی را به انجام رسانده است، اما هنوز تا وضع مطلوب فاصله زیادی است. و السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله. خدا کمک کنه بتونیم این آسیبا رو برطرف کنیم. بالاخره من که دعاتون میخونم، اما امید به شما هست. همین آسیبایی که شما گفتید اگه بخواید برطرف بشه، همسال شما ها باید برطرف کنید، کسی دیگه این نمیتونه. ماشاءالله. چشم، حتما دعاتون میکنم. زنده باشید. خدا حافظت. تشکر میکنم به جناب آقای محصولی برای ارائه سخنرانیشون. من یک نکته ای رو اجازه بدین که از محضر حضرت آقا اجازه بگیرم نکته رو اضافه بکنم در ادامه صحبت جناب آقای محصولی. ما توی کشور پژوهش رو بیشتر میبینیم که مقاله چاپ بکنیم یا پایان‌نامه انجام بدیم، یعنی این به ذهنمون متبادر میشه، در صورتی که پژوهش یک جزء لاینفک هر گونه تصمیم گیری و مداخله و اجرا باید باشه. یعنی ما بسیاری از طرحهای کلان رو میبینیم که در کشور با نیت خیر شروع میشه به اجرا، اما بعد از مدتی میبینیم که به نتایج مطلوب نمیرسه، منابع رو اتلاف میکنه و بعضا بازگشت از اون تصمیم و یا اجرا هست. حالا اسم میبرم توی ذهن همه هستش. وقتی که بررسی میکنیم این طرح‌ها و نحوه اجراشون، میبینیم فاقد پشتوانه‌های پژوهشی قوی و مستند هستن. یعنی سند پشتیبان قوی نبوده، تمام جوانب رو به صورت یه نگاه سیستمی و همه جانبه نگر اون پروژه یا طرح که میخواد اجرا بشه رو در نظر بگیره و بررسی بکنه که روی ساب سیستم‌های بعدی، سیستم‌های زیرین خودش چه اثری میتونه داشته باشه. صرفاً تصمیم گیری میشه، اجرا میشه، ولی ببینیم که به نتیجه مطلوب نمیرسیم. اینم یه آسیبی دیگه. بله، تفکر همه جانبه نگر یا نگاه سیستمی در حقیقت باید در کشور و در نظام آموزشی و پژوهشی کشور در حقیقت به عنوان یک باید ارائه بشه و آموزش داده بشه.